به نظر شخصی من مهمترین و متمایزترین قابلیت فاینال کات پرو نسبت به ورژن های قبلیش نه یک ابزار نه یک فیلتر. اپل برای تولید اون هزینه رو پرداخت که خیلی وحشتناک بود و بیش از دو برابر بروز کردن فاینال کات از ورژن 5 به ورژن 6 و بعد به ورژن 7 بود. خب چیزی که دارم در موردش صحبت میکنم چی هست؟ کودکی در ورژن 6 فاینال کات معرفی شد به نام پرورز که حالا توی فاینال کات 7 به یک خانواده کودک تبدیل شده که از حجم‌های خیلی پایین تا حجم‌های خیلی بالا میتونه داشته باشه. کیفیت اون بسیار عالیه و فکر میکنم شما توی تمام پروژه هاتون بتونید ازش استفاده بکنید. همونطور که گفتم این جذابترین چیزیه که به نظر خود من اپل به فاینال کات پرو 7 اضافه کرده. خب توی قسمت‌های بعدی میبینیم که پرورس چی هست و چی کار میتونیم باش بکنیم.